سلام، از اینجا خیلی خوش اومدیم به چنل من، یعنی چنل هانیما. امروز میخوام آموزش یه نون خیلی راحت و خوشمزه و سالم رو براتون بذارم که شما هم توی خونه درست کنید و نوشه جان کنید و حالشو ببرید. اول دو لیوان آب میریزیم، بعد دو قاشق چای خوری مخمر رو اضافه میکنیم، یک قاشق چای خوری نمک. حالا کامل تمام مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. حالا یه قاشق چای خوری شکر به موادمون اضافه میکنیم و باز هم میزنیم. وقتشه که 3 لیوان آرد گندم کامل رو به ظرفمون اضافه بکنیم. هم کامل همش میزنیم. حالا با دستای ظریف و توانمندتون ورزش میدین. وقتی که کامل ورز دادین خمیرتون رو، روش یه پارچه بندازین و اجازه بدین 1 ساعت استراحت بکنه که قشنگ خستگیش در بره. بزن بریم یه سس خیلی وحشتناک خفن درست کنیم. اول از همه بادام زمینی، یه خورده نمک و شیر بهش اضافه کنید. من از شیر گندم استفاده کردم. هویجه‌ای که از قبل پختین و پوستش رو میکنید و به بادوم زمینی و نمک و فیلان و بیسار اضافه میکنید. فلفل که دیگه چاشنی همه یه چیزهای خوشمزه دنیاست. من سیر رو قبلا داخل فویل پیچیدم و توی فر پختم. شما حالا به هر روشی که دوست دارید میتونید بپزید و به موادتون اضافه بکنید. یکم روغن زیتون بهش اضافه میکنید، یه کوچولو هم سرکه سیب و یه ریزه شیرین کننده. من از استیویا استفاده کردم. چند پر نعنا برای عطر و طعم بی‌نظیرش و یه نصف لیمو رو میچکنید توی موادتون. حالا با میکسر، گوشکوب برقی، مخلوط کن یا هر دستگاهی که دارین کاملا میکسش میکنیم. به این غلظت که برسیم کافیه. بریم سراغ خمیرمون که کاملا استراحت کرده و خستگیش در رفته. درش میاریم، یه خورده دیگه ورزش میدیم. اگر که میچسبه به دستتون میتونین یه خورده آرد استفاده بکنید. در اندازه که میخواین نونتون باشه باید برش بزنید و دونه دونه به هر شکلی که میخواین در بیارید. یه قابلمه آماده بکنین که توش کامل آب ریخته باشین و جوش بیاد. وقتی که جوش اومد دونه دونه خمیرا رو به اندازه 1 الی 2 دقیقه توی اون آبی که از قبل جوش اومده بجوشونید. خمیرا رو از آب خارج میکنید و روش زرده تخم مرغ میزنید و کنجد. در دمای 200 درجه سانتیگراد 40 دقیقه داخل فر قرارش میدیم. میریم سراغ فیله هامون، کامل میکوبیمشون، ادویه بهش اضافه میکنید، نمک، فلفل، زعفرون، زردچوبه، هرچی که شما خودتون دوست داشته باشید. ولی ما چون که ادویه زیاد دوست نداریم زیاد ادویه بهش نمیزنیم. یه طرفش که کاملا سرخ شد اونوریش میکنیم. حالا هر سبزیجاتی که دوست داشته باشید میتونید در کنارش استفاده بکنید. فقط حواستون باشه فیله ها رو هی اینور اونورش نکنید، بذارید یه طرفش کاملا سرخ بشه بعد اون یکی طرفش سرخ بشه. جی 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 جی. به همین راحتی تونستیم توی خونه نون درست کنیم. نون و این سوسی که درست کردیم با دیله مرغ به اضافه پنیر یه غذای کامل و سالم و خفن و خوشمزه است. اصلا قبول داریم کنار هر چیزی پنیر باشه اون غذا خیلی دلچسب میشه. من که عاشق پنیرم. فقط خواهشی که دارم ازتون، سبزیجات رو حذف نکنید بشقاب غذاتون. سبزیجات باید همیشه بیشتر از کربوهیدرات، بیشتر از پروتئین توی بشقابتون باشه. مرسی که این ویدیو رو تا انتها دیدین. درست کنید، نوشه جان کنید، حالشو ببرید. بای بای.